جبهه آزادی مدعی کشتن دو طالب در کابل شد. طالبان در شهرک ترخمننگرهار تصاویر امان‌الله خان و خان عبدالغفار را سیاه کردند. طالبان یک مسجد شیعیان در کابل را بست و 7 تن به شمول امام جماعت را بازداشت کردند و همچنان در پایان بشارت لحظات شیرین مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که دو جنگجوی طالبان را در شهر کابل کشته. جبهه آزادی با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای این جبهه شام روز پنجشنبه ایست بازرسی سرها طالبان را در نزدیک دروازه ورودی شهرک پلیس واقع در حوزه 4 امنیتی شهر کابل هدف قرار دادند. این جبهه افزوده که در این رویداد یک طالب دیگر زخم برداشت. جبهه آزادی نوار تصویری نیز از جریان نمله نشر کرده است. طالبان تاکنون در مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که شب گذشته جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی کشتن دو جنگجوی طالبان در کوچه مکتب ذوالفقار از مربوطات حوزه 6 امنیتی شهر کابل شد. طالبان در مورد گزارشات جبهه آزادی و جبهه مقاومت همیشه خاموشی اختیار کردند. طالبان در شهرک ترخمننگرهار تصاویر امان‌الله خان و خان عبدالغفار خان را سیاه کردند. منابع محلی در ننگرهار میگویند که طالبان در شهرک ترخم این ولایت تصاویر امان‌الله خان شاه سابق افغانستان و خان عبدالغفار خان یک تن از بزرگان پشتون را سیاه کرده است. منابع میگویند که ماموران امرالمعروف نزد منکر طالبان این تصاویر را روز پنجشنبه سیاه کرده است. این تصاویر در زمان حکومت پیشین نصب شده بود. منابع می‌افزایند که طالبان در شهرک ترخم تصاویر افراد مشهور که در بنرهای بازرگانی چاپ شده بودند را نیز سیاه کردند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که ریاست امرالمعروف نزد منکر طالبان در ماه اول سال روان نشر تصاویر زندجان در بنرهای دکان‌ها و مراکز تجارتی را ممنوع کرده بود. طالبان یک مسجد شیعیان در کابل را بسته و 7 تن به شمول امام جماعت را بازداشت کرده است. منابع محلی در کابل میگویند که محافظان عبدالکریم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان یک مسجد مربوط به شیعیان را بسته و دست کم 7 تن به شمول وکیل گذر و امام مسجد را بازداشت کردند. منابع روز پنجشنبه میگویند که مسجد ابوالفضل عباس در منطقه سناتوریم دارالامان مورلاک شده و چندین اهالی منطقه از روز سه‌شنبه هفته جاری به این سو در زندان طالبان به سر میبرند. طالبان به اهالی منطقه شیعه‌نشین دستور داده است که خانه هایشان را تا 3 روز دیگر ترک کنند، آنگاه آزاد خواهند شد. یک منبع میگوید نفرهای وزیر عدلیه به توقیفخانه ولایت رفتند و به کسانی که از طرف وزیر عدلیه بازداشت شده بودند پیشنهاد کردند که تعهد بدهید که خانه هایتان را ترک میکنید، ما شما را آزاد میکنیم. به قول منابع طالبان اجازه عکسبرداری از مسجد مورلاک را هم نمیدهد. منبع افزود امروز کوچ و لوازم خانه ملا مسجد را از خانه اش به زور کشیدن و یک خانه دیگر در همسایگی مسجد را با زور تخلیه کردند و اضافه کرده است که تمام خانه های این منطقه قباله شرعی دارند، اما طالبان اسناد ترتیب شده در حکومت پیشین را نمیپذیرند. آماج نیوز گزارش میدهد طالبان یک مسجد شیعیان را در کابل مورلاک و دستور تخلیه 10 خانه را صادر کرده است. منابع میگویند که وزارت عدلیه طالبان خواستار تخلیه 100 خانه در منطقه سناتوریم نواحی 6 شهر کابل شده و گفته که این خانه ها به زمین غصب شده دولتی ساخته شده است. یک منبع میگوید که وزارت عدلیه طالبان تاکنون در این ساحه یک مسجد اهل تشیع به نام مسجد جامع حضرت بابل جواهر ابوالفضل عباس علیه السلام را واقع در منطقه سناتوریم دارالامان کابل از روز گذشته به این سو مورلاک کرده و به کس اجازه ادای نماز را نمیدهد. طبق گزارش منبع طالبان ادعا دارند که این مسجد به زمین غصبی ساخته شده و ادای نماز در آن جایز نیست. طالبان در مورد چیزی نمیگویند. هماغوشی طالبان و ترورستان بین‌المللی و استانداردهای دوگانه غرب ادامه. در آن زمان از افراد همانند عبدالله عظام و اسامه بن لادن و ایمن الزواهری بینان عناصر مدلو و جنگجویان قهرمان در برخی رسانه‌های طرفدار غرب یاد می‌شد و نقششان در زمینه مبارزه با الهاد و شوروی مورد ستایش قرار می‌گیره. بعدا مشخص شد که حمایت بی‌دریغ امریکا و کشورهای همپیمانانش از گروه‌های تروریستی به نتایج انجامید که از کنترل غرب بیرون بود. همین گروه‌ها و افرادی که روزگار دوشادوش غربی‌ها علیه بلوک شرق می‌جنگیدند وقت اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد و اوضاع تغییر کرد و مناسبات بین‌الملل چهره عوض کرد و دشمنان درجه یک غرب بدل شدند و منافع کشورهای غربی و همپیمانان منطقه‌ایشان را مورد تهدید قرار دادند. در آن زمان سیاستمداران غربی خود اعتراف کردند چالش‌هایی که از نوع گروه‌های تروریستی متوجه غرب شده حاصل ریکارد قدرت‌های غربی و نتیجه مماشات و همراهی این قدرت‌ها با گروه‌های تندرو و در خاورمیانه برای ضربه زدن به منافع شوروی در منطقه بوده است.
به نظر می رسد که چیز شبیه این داستان با تفاوت‌های بار دیگر در افغانستان تکرار می شود. این بار نیز آمریکا و همپیمانانش به این تصورند که با مدارا و سازش با طالبان می توانند مسائل ژئوپلیتیک خود را در منطقه تامین کنند. معلوم است که ارسال پول‌های غذا و هفتوار به افغانستان که موجب اجراگیری از فروپاشی اقتصاد این کشور شده برای رضای خدا انجام نمی شود و در پی آن بعد از بستان‌های صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که در توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا برخی فقرات افشان نشده است. احتمالاً مطابق این فقرات طالبان موظفند در برابر امتیازاتی که به دست می‌آورند حافظ منافع ایالات متحده در افغانستان باشد. اینک نشست سوم دوحه در حال برگزاری بود. طبق آنچه سخنگویان طالبان اعلام کرده است، در این نشست در مورد تحریم‌های بانکی به ضد طالبان گفتگو صورت گرفت. احتمال دارد که غربی‌ها متقاعد شوند برخی از تحریم‌های بانکی و اقتصادی را از رژیم طالبان بردارند و به این گروه کمک کنند تا اقتصاد ضعیف کشور را سر و سامان دهند. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به صراحت از عدم حمایت خود از مبارزات مسلحانه و نظامی علیه طالبان سخن زدند، چرا که مقابله مسلحانه با طالبان را گزینه درست نمی‌دانند. این موضوع امتیاز بزرگی است که غربی‌ها به طالبان داده و خیال آنان را از این بابت راحت کرده و به طالبان اجازه داده با آزادی کامل به سرکوب مخالفان مسلح خود بپردازند. ساده لوحانه است اگر تصور کنیم غربی ها این کار را بدون گرفتن امتیاز از طالبان انجام دادند. همچنین تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در چندین نشستی که با نمایندگان طالبان و نهادهای بین المللی انجام داده سعی کرده و طالبان برای رفع چالش های اقتصادی کمک کند. تام وست و دیگران به این باورند که اگر نظام اقتصادی در افغانستان با مشکل جدی مواجه شود، پیامدهایی دارد که حتما دامن کشورهای غربی را نیز خواهد گرفت. از جمله مهاجرت جمعی انسان ها از این کشور و سرازیر شدن سیل از مهاجران به کشورهای اروپایی. ظاهر قضیه این گونه است، ولی واقعیت آن است که روی کار آمدن طالبان حاصل بازی های استخباراتی است. روسیه، چین، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه با خوشبینی با تسلط طالبان بر کشور برخورد میکنند و گمان میکنند بازگشت طالبان به قدرت در نتیجه شکست آمریکایی ها در افغانستان صورت گرفته است. از این رو دوام حاکمیت طالبان را به ضرر منافع آمریکا در منطقه تلقی میکنند و سعی دارند گروه طالبان را از نظر سیاسی مورد حمایت قرار دهند. شاید تحلیل درست در این زمینه این باشد که این کشورها میکوشند به نوعی با طالبان سازش کنند تا آسیب های احتمالی را به حداقل برسانند، مخصوصا با توجه به اینکه داعش و گروه های از این دست نیز در منطقه فعالند و اولویتشان آسیب رساندن به این کشورهاست. روسیه، چین و ایران بر اساس فرمول دشمن من دوست من است با طالبان تعامل میکنند. روشن از هر کشور برای تعامل با طرف های دیگر ناگزیری ها و اولویت های دارد. با آن همین تصور که طالبان در تضاد با منافع غرب قرار دارند و منافع آمریکا و دیگر قدرت های غربی را در افغانستان تهدید میکنند، مصداق چشم بستن بر روی حقایق آشکار است. طالبان خود نیز سعی میکنند خود را جنبش آزادی بخش و از منافع آمریکا و نمایش بگذارند، اما شواهد بسیار برای رد این ادعا وجود دارد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی ما را لایک کنید.